Do you feel like you don't speak enough Persian? That you need to know more words? Then stick around. With these lessons, you'll pick up some of the most common words in just a few minutes. Now, this video is a small portion of our learning program. To get the full lessons, translations, and fluency fast study tools, click the link in the description and sign up for your free lifetime account. How are your Persian listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? مرد با همسرش با تلفن صحبت می کند. او چه چیزی می خواهد بخرد؟ من الان دارم به سمت خانه می آیم. باشه. می توانی در مسیر آمدنت به خانه چیزی بخری؟ حتماً. می خواهی چه چیزی بگیرم؟ ما برای فردا صبحانه مقداری نان و شیر می خواهیم. شیر و نان. فهمیدم. چند بسته شیر؟ یکی خوب است. باشه. چیز دیگر؟ یک لحظه. بگذار ببینم آیا کره داریم؟ بله. مقداری داریم. باشه. آیا آبجو باقی مانده است؟ بله. ما هنوز یک بطری اینجا داریم. خب پس لازم نیست الان بخرم. درست است. من فکر میکنم که خوب است. مرسی. او چه چیزی میخواهد بخرد؟ مرد با همسرش با تلفن صحبت میکند. او چه چیزی میخواهد بخرد؟ من الان دارم به سمت خانه می آیم. باشه. می توانی در مسیر آمدنت به خانه چیزی بخری؟ حتماً. می خواهی چه چیزی بگیرم؟ ما برای فردا صبحانه مقداری نان و شیر می خواهیم. شیر و نان. فهمیدم. چند بسته شیر؟ یکی خوب است. باشه. چیز دیگر؟ یک لحظه. بگذار ببینم آیا کره داریم؟ بله، مقداری داریم. باشه. آیا آبجو باقی مانده است؟ بله، ما هنوز یک بطری اینجا داریم. خب پس، لازم نیست الان بخرم. درست است. من فکر میکنم که خوب است. مرسی. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. You are at a subway station where you're trying to charge your Metro card. A special notice is posted on the machine. Which option should you choose to charge your Metro card? Which option should you choose to charge your Metro card? The notice says that you should go to the counter if you would like to charge your Metro card. برای شارژ کارت مترو به باجه فروش بلیط مراجعه کنید. Hi everyone, I'm Gabriella. How are your Persian listening skills? In this video, you'll have a chance to test them out with a quiz. First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue.
Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? یک مرد و زن مشغول صحبت کردن هستند. چه زمانی می‌خواهند یک فیلم ببینند؟ نمی‌آی بریم شنبه آینده یک فیلم ببینیم؟ خیلی دوست دارم ولی یک کار پاره وقت در صبح دارم. چه ساعتی کار پاره وقتت رو تموم می‌کنی؟ من ساعت 2 تمومش می‌کنم. پس قرارمون تو کافه ساعت 3. ساعت 4 هم یک فیلم ببینیم. باشه. چه زمانی می‌خواهند یک فیلم ببینند؟ یک مرد و زن مشغول صحبت کردن هستند. چه زمانی می‌خواهند یک فیلم ببینند؟ نمی‌آی بریم شنبه آینده یک فیلم ببینیم؟ خیلی دوست دارم ولی یک کار پاره وقت در صبح دارم. چه ساعتی کار پاره وقتت رو تموم می‌کنی؟ من ساعت 2 تمومش می‌کنم. پس قرارمون تو کافه ساعت 3. ساعت 4 هم یک فیلم ببینیم. باشه. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. سلام به همگی. من آنیتا هستم. روز مادر در کل دنیا به مهر مادری اختصاص دارد. همکنون در ایران روز 20 ماه قمری جمادی الثانی به افتخار مادر نامدار اسلام فاطمه زهرا روز مادر نام گرفته است. به دلیل قمری بودن این تاریخ در تقویم میلادی این روز در هر سال متفاوت است. در این درس یاد می‌گیرید که در ایران در روز مادر فرزندان به مادران خود و شوهران به همسران خود هدیه می دهند و برای قدردانی از زحمات آنان در شاد کردنشان به ویژه در این روز خاص می کوشند. آیا می توانید مشهورترین ایزد بانوان یا الهه های ایران باستان را نام ببرید؟ جواب را در آخر این ویدیو به شما نشان خواهیم داد. روز مادر در ایران حاضر سال روز میلاد حضرت فاطمه زهرا می باشد. او که از بزرگترین زنان تاریخ مسلمانان به شمار می رود، مادر امام حسن و حسین سالار شهیدان می باشد. از او پیوسته به مظهر پاکی و ایمان و تقوا یاد می کنند. در زمان حکومت شاه، تاریخ روز مادر متفاوت بوده، در روز 25 آذر یا تولد فریده دیبا، مادر همسر شاه پهلوی یا فرح دیبا برگزار می شده است. پس از انقلاب تاریخ این روز برای جلوگیری از اختشاشات به تاریخ فعلی تغییر پیدا کرد. و اما روز مادر ریشه در تاریخ کهن ایران دارد. در روزگار زرتشتیان این روز در پنجم ماه شمسی اسفند بوده. اسفندگان نام داشته است. طبق روایات این روز را نماد زمین و باروری می دانستند و به همین دلیل به عنوان روز مادر یا روز زن برگزیده شده است. در این روز مردان به همسران خود به نشانه قدردانی و سپاس هدیه می دادند. همچنین زنان آزاد بودند که با خواست و انتخاب خیش مرد زندگی خود را برگزینند که به همین خاطر این روز به نام جشن مرد ایران نیز نامیده شده است. در روز مادر کنونی ایران، برای بزرگداشت مادران فعالیت‌های بسیاری صورت می‌گیرد. اکثر کودکان شاخه یا دستگلی زیبا به عنوان هدیه به مادران خود تقدیم می‌کنند. گاهی نیز شوهران یا فرزندان جواهرالات زینتی، گردنبند یا گوشواره‌ای به زن یا مادر خانه خود هدیه می‌دهند. در هر حال شیوه تبریک بنا به سلیقه هر شخص یا خانواده فرق می‌کند. شاید خانواده‌ای مادر خود را در این روز در رستوران مهمان کنند.
و یا از طریق دادن کارت پستال یا فرستادن پیام تبریک با تلفن همراه توجه خود را به مادرشان نشان دهند. گاهی حتی ممکن است با دادن شیرینی وی را خوشحال کنند. آنچه که مسلم است، مشترک بودن حس سپاس از مادر می باشد. در سالهای اخیر در ایران، برای زنان تسهیلات زیادی فراهم شده است. از این میان می توان به احداث پارک بانوان و یا تاکسی بانوان اشاره کرد. و حالا جواب سوال اخیر را به شما می دهم. آیا می توانید مشهورترین ایزد بانوان یا الهه های ایران باستان را نام ببرید؟ میترا الهه مهر یا خورشید به شمار می رفته و آناهیتا یا ناهید ایزد بانوی باران و آبهای روان بوده است. غیر از اینها نامهای دیگری نیز وجود دارند. مانند خشاتریا، الهه جنگ، آذر، الهه آتش، ایندرا، الهه خشم و وایو، الهه طوفان. این درس چطور بود؟ چیز جالبی یاد گرفتید؟ روز مادر نزد شما کی و چگونه برگزار می شود؟ نظر خود را برای ما به PersianPod101.com ارسال کنید. به امید دیدار در درس بعدی. How are your Persian listening skills? First you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? مرد و زن در حال صحبت کردن در مورد چاپگرها در اداره هستند. چاپگر کهنه کجاست؟ چاپگر نو را کجا باید بگذاریم؟ فکر کنم باید جایی که الان چاپگر کهنه است. اما چاپگر کهنه هنوز کار می کند. ما می خواهیم به استفاده از آن ادامه بدهیم. خب، پس ما نمی توانیم آن را آنجا بگذاریم. خیلی بد است. خوب بود اگر چاپگر نو را در قفسه کتاب کنار در می گذاشتیم. اما آنجا فقط جا برای یکی هست. خب، پس من فکر می کنم باید آن را در گوشه دیگری از اتاق بگذاریم. درست است. کنار پنجره چطور است؟ خوب به نظر می رسد. چاپگر کهنه کجاست؟ مرد و زن در حال صحبت کردن در مورد چاپگرها در اداره هستند. چاپگر کهنه کجاست؟ چاپگر نو را کجا باید بگذاریم؟ فکر کنم باید جایی که الان چاپگر کهنه است. اما چاپگر کهنه هنوز کار می کند. ما می خواهیم به استفاده از آن ادامه بدهیم. خب، پس ما نمی توانیم آن را آنجا بگذاریم. خیلی بد است. خوب بود اگر چاپگر نو را در قفسه کتاب کنار در می گذاشتیم. اما آنجا فقط جا برای یکی هست. خب، پس من فکر می کنم باید آن را در گوشه دیگری از اتاق بگذاریم. درست است. کنار پنجره چطور است؟ خوب به نظر می رسد. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. Now, if you're wondering how to remember these words forever so that you can start speaking more and more, here's how. 1. Review them with our spaced repetition flashcards. Our flashcards will drill these words into your long-term memory. 2. Save the words to our word bank, your personal collection of words, where you can print out physical study sheets. And 3. Watch our looped vocabulary slideshows on repeat until you understand every word. You'll find these tools inside our learning program. Just click the link in the description to get them. In this video, you will learn 20 of the most common words and phrases in Persian. Hi everybody, my name is Nega. Welcome to the 800 Core Persian Words and Phrases video series.
This series will teach you the 800 most common words and phrases in Persian. But there is a twist. With each new lesson in this series, we will include the previous lessons at the end. So after you've learned the new words and phrases, stick around and review what you learned in previous lessons. Reviewing is one of the most important parts of learning a language. You can also get the full list right now at PersianPod101.com. Click the link in the description to access more example sentences, create your own flashcard deck, and finally master Persian. Okay, let's get started. First is خوشحال, happy. خوشحال, خوشحال, happy. برای احساس خوشحالی افکار منفی را از خود دور کنید. To feel happy, send negative thoughts away from yourself. برای احساس خوشحالی افکار منفی را از خود دور کنید. غمگین, sad. غمگین, غمگین, sad. نوجوان غمگین به تنهایی نشسته است. The sad teenager is sitting alone. نوجوان غمگین به تنهایی نشسته است. عصبانی, angry. عصبانی, عصبانی, angry. چرا انقدر عصبانی هستید؟ Why are you so angry? چرا اینقدر عصبانی هستید؟ پوشاک, clothing. پوشاک, پوشاک, clothing. من در یک فروشگاه پوشاک کار می کردم. I worked at a clothing store. من در یک فروشگاه پوشاک کار می کردم. کفش, shoe. کفش, کفش, shoe. اونها کفش‌های زنانه هستند. Those are women's shoes. اونها کفش‌های زنانه هستند. جوراب, sock. جوراب, جوراب, sock. جوراب زخیم, thick socks. جوراب زخیم. لباس زیر, underwear. لباس زیر, لباس زیر, underwear. جوراب ها و لباس زیر من در کشوی بالایی کمدم است. My socks and underwear are in the top drawer of my dresser. جوراب ها و لباس زیر من در کشوی بالایی کمدم است. صحبت کردن, talk. صحبت کردن, صحبت کردن, talk. نمیخوام با تو صحبت کنم. I don't want to talk to you. نمیخوام با تو صحبت کنم. دادن, give. دادن, دادن, give. آنها یک کوپن به من خواهند داد. They will give me a coupon. آنها یک کوپن به من خواهند داد. کم, low. کم,
کم low تعداد گیاهخوارها در ایران نسبتاً کم است. The number of vegetarians is relatively low in Iran. تعداد گیاهخوارها در ایران نسبتاً کم است. بلند high بلند بلند های دماوند بلندترین کوه ایران است. دماوند is the highest mountain in Iran. دماوند بلندترین کوه ایران است. میوه fruit میوه میوه fruit بفرمایید کمی میوه بخورید. Here you are, have some fruits. بفرمایید کمی میوه بخورید. اختاپوس octopus اختاپوس اختاپوس octopus اختاپوس در اقیانوس شنا می کند. The octopus is swimming in the ocean. اختاپوس در اقیانوس شنا می کند. کوسه shark کوسه کوسه shark یک کوسه گازم گرفت. A shark bit me. یک کوسه گازم گرفت. نهنگ whale نهنگ نهنگ whale نهنگ ها برای هوا بالا می آیند. The whales are coming up for air. نهنگ ها برای هوا بالا می آیند. ابری cloudy ابری ابری cloudy بیرون دارد ابری می شود. It's getting cloudy outside. بیرون دارد ابری می شود. خنک cool خنک خنک cool هوا خنک است. The weather is cool. هوا خنک است. خیار cucumber خیار خیار cucumber این خیارها تازه هستند. These cucumbers are fresh. این خیارها تازه هستند. فلفل دلمه ای bell pepper فلفل دلمه ای فلفل دلمه ای bell pepper متداول ترین فلفل دلمه ای ها سبز، قرمز یا زرد هستند. The most common bell peppers are green, red or yellow. متداول ترین فلفل دلمه ای ها سبز، قرمز یا زرد هستند. کلم بروکلی بروکلی کلم بروکلی کلم بروکلی بروکلی سوپ کلم بروکلی سفارش بده. Order the broccoli soup.
سوپ کلم بروکلی سفارش بده. Well done! In this lesson, you expanded your vocabulary and learned 20 new useful words. Click the link in the description and sign up for free at PersianPod101.com to get access to the full list of vocabulary you'll need for daily life conversations. You will also get example sentences, custom flashcard decks, and more learning resources. See you next time. Khuda hafiz. You are at a subway station where you're trying to charge your metro card. A special notice is posted on the machine. Which option should you choose to charge your metro card? Which option should you choose to charge your metro card? The notice says that you should go to the counter if you would like to charge your metro card. برای شارژ کارت مترو به باجه فروش بلیط مراجعه کنید. Hi everyone, I'm Gabriella. How are your Persian listening skills? In this video, you'll have a chance to test them out with a quiz. First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? یک مرد و زن مشغول صحبت کردن هستند. چه زمانی می‌خواهند یک فیلم ببینند؟ نمیای بریم شنبه آینده یک فیلم ببینیم؟ خیلی دوست دارم ولی یک کار پاره وقت در صبح دارم. چه ساعتی کار پاره وقتت رو تموم میکنی؟ من ساعت 2 تمومش میکنم. پس قرارمون تو کافه ساعت 3. ساعت 4 هم یک فیلم ببینیم. باشه. چه زمانی میخواهند یک فیلم ببینند؟ یک مرد و زن مشغول صحبت کردن هستند. چه زمانی می‌خواهند یک فیلم ببینند؟ نمی‌آیی بریم شنبه آینده یک فیلم ببینیم؟ خیلی دوست دارم ولی یک کار پاره وقت در صبح دارم. چه ساعتی کار پاره وقتت رو تموم می‌کنی؟ من ساعت 2 تمومش می‌کنم. پس قرارمون تو کافه ساعت 3. ساعت 4 هم یک فیلم ببینیم. باشه. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. سلام به همگی. من آنیتا هستم. یکی دیگر از جشن‌های آتش در ایران در کنار چهارشنبه سوری جشن سده نام دارد. در این جشن نیز که بیشتر مربوط به زرتشتیان بوده و امروزه کمتر اجرا می شود، آتش بزرگی درست کرده گرد آن جمع می شوند. در این درس یاد می گیرید که از روایات به وجود آمدن جشن سده داستان فراری دادن مار با آتش توسط پادشاه هوشنگ در قدیم بوده است. همچنین به این حقیقت که عدد 100 در پدید آمدن جشن سده اهمیت اساسی داشته پی می‌برید.
آیا می دانید که آتشکده نامه چیست و چرا به وجود آمده است؟ جواب را در آخر این ویدیو به شما نشان خواهیم داد. دهمین روز بهمن در تقویم ایران برابر با 29 ژانویه جشن سده نام دارد. طبق روایات سالها پیش، هوشنگ شاه با 100 نفر از یارانش به کوه رفت. در آنجا برای نجات از ماری عظیم، سنگی به سویش پرتاب کرد. این سنگ به جای برخورد با مار، به سنگ دیگری خورد و جرقه‌ای پدیدار گشت که به موجبش آتشی درست شد و مار فرار کرد. هوشنگ نیز خوشحال شد و همراه یارانش به جشن و شادی پرداخت. امروز نیز قدرت، عظمت و شکوه آتش را در این روز به عنوان جشن سده گرامی می دارند و سپاس می گویند و به همین دلیل آتش بزرگی برپا می کنند و دور آن به آوازخوانی می پردازند. در روایات دیگر واژه سده را از ریشه کلمه سد دانستند. برخی می گویند که دلیل این نام این است که از جشن سده تا نوروز 50 شب و 50 روز طول می کشند. بنا به بیان برخی دیگر، در قدیم 100 روز پس از آغاز زمستان را جشنی می گرفتند به نام سده. و بخش دیگر از افراد نیز کلن ارتباط میان دو واژه سد و سده را رد کرده، مناسبت جشن سده را گذشتن 40 روز از تولد خورشید در شب یلدا می دانند. در باورهای دیگر، رسیدن تعداد فرزندان پادشاه کیومرس به 100 نفر را پایه جشن سده می دانند و اشخاصی نیز کلیه این دلایل را قبول دارند. جزئیات مراسم جشن سده بدین ترتیب است که پس از غروب آفتاب روز 10 بهمن، 3 تن از موبدان سفید پوش با آتشدان و همراهی عده‌ای از جوانان با مشعل‌های فروزان از شعله آتش به سوی توده هیزم که از قبل گردآوری کرده اند راه می‌افتند. موبدان بخش‌هایی از اوستا یا کتاب مقدس زرتشتیان را در مت آتش می‌خوانند و سپس همگی با یاری هم توده هیزم را آتش می‌زنند. آنان با امید باقی ماندن گرما و روشنایی آتش و جنبش و تکاپوی آن تا جشن سده بعدی این آتش را مقدس می‌دارند. این جشن امروز در کرمان و یزد و میان زرتشتیان برگزار می‌شود. به مجموعه ای از جشن‌ها که با افروختن آتش برگزار می‌شوند، جشن‌های آتش می‌گویند. در میان ایرانیان زرتشتی، بیشترین تعداد جشن‌های آتش برگزار می‌شده است که از آن میان جشن سده و چهارشنبه سوری هنوز هم باقی مانده‌اند. در بین اقوام و ملت‌های دیگر نیز جشن‌های مربوط به آتش مشاهده می‌شوند. و حالا جواب سوال اخیر را به شما می‌دهم. آیا می دانید که آتشکده نام چیست و چرا به وجود آمده است؟ به دلیل تقدس آتش میان زرتشتیان ایران، بناها یا نیایشگاه‌هایی ساختند که آتش در آنها جایگاه خاصی دارد و از مراکز عبادت‌های مذهبی زرتشتیان به شمار می روند. تعدادی از این آتشکده‌ها هنوز هم باقی ماندند و استفاده می شوند. این درس چطور بود؟ چیز جالبی یاد گرفتید؟ آیا در محل زندگی شما نیز جشن آتش دارید؟ جشن آتش شما چگونه است؟ نظر خود را برای ما به PersianPod101.com ارسال کنید. به امید دیدار در درس بعدی. How are your Persian listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? مرد و زن در حال صحبت کردن در مورد چاپگرها در اداره هستند. چاپگر کهنه کجاست؟ چاپگر نو را کجا باید بگذاریم؟ فکر کنم باید جایی که الان چاپگر کهنه است.
اما چاپگر کهنه هنوز کار می کند. ما می خواهیم به استفاده از آن ادامه بدهیم. خب، پس ما نمی توانیم آن را آنجا بگذاریم. خیلی بد است. خوب بود اگر چاپگر نو را در قفسه کتاب کنار در می گذاشتیم. اما آنجا فقط جا برای یکی هست. خب، پس من فکر می کنم باید آن را در گوشه دیگری از اتاق بگذاریم. درست است. کنار پنجره چطور است؟ خوب به نظر می رسد. چاپگر کهنه کجاست؟ مرد و زن در حال صحبت کردن در مورد چاپگرها در اداره هستند. چاپگر کهنه کجاست؟ چاپگر نو را کجا باید بگذاریم؟ فکر کنم باید جایی که الان چاپگر کهنه است. اما چاپگر کهنه هنوز کار می کند. ما می خواهیم به استفاده از آن ادامه بدهیم. خب، پس ما نمی توانیم آن را آنجا بگذاریم. خیلی بد است. خوب بود اگر چاپگر نو را در قفسه کتاب کنار در می گذاشتیم. اما آنجا فقط جا برای یکی هست. خب، پس من فکر می کنم باید آن را در گوشه دیگری از اتاق بگذاریم. درست است. کنار پنجره چطور است؟ خوب به نظر می رسد. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. In this video, you will learn 20 of the most common words and phrases in Persian. Hi everybody, my name is Nega. Welcome to the 800 Core Persian Words and Phrases video series. This series will teach you the 800 most common words and phrases in Persian. But there is a twist. With each new lesson in this series, we will include the previous lessons at the end. So after you've learned the new words and phrases, stick around and review what you learned in previous lessons. Reviewing is one of the most important parts of learning a language. You can also get the full list right now at PersianPod101.com. Click the link in the description to access more example sentences, create your own flashcard deck, and finally, master Persian. Okay, let's get started. First is Saat. Watch. Saat. ساعت watch. این کارخانه تولید ساعت از 40 سال پیش آغاز به فعالیت کرده است. This watch factory started its work 40 years ago. این کارخانه تولید ساعت از 40 سال پیش آغاز به فعالیت کرده است. عینک glasses عینک عینک glasses متاسفم من عینک مورد علاقه شما را شکستم. I'm sorry but I've just broken your favorite pair of glasses. متاسفم من عینک مورد علاقه شما را شکستم. Caption jacket کاپشن کاپشن جکت اون کاپشن بهت میاد. That jacket looks nice on you. اون کاپشن بهت میاد. دریافت receive دریافت دریافت receive من 2 کارت پستال دریافت کردم. I received 2 postcards. من 2 کارت پستال دریافت کردم. جستجو search جستجو جستجو search جستجوی کار
job search. جستجوی کار. گرفتن. Take. گرفتن. گرفتن. Take. من از فرودگاه به هتل تاکسی گرفتم. I took a taxi from the airport to the hotel. من از فرودگاه به هتل تاکسی گرفتم. ضعیف. Weak. ضعیف. ضعیف. Weak. عضلات پایم ضعیف هستند. My leg muscles are weak. عضلات پایم ضعیف هستند. قوی. Strong. قوی. قوی. او بسیار قوی است. He is very strong. او بسیار قوی است. سرد. Cold. سرد. سرد. Cold. بیرون هوا خیلی سرد است. It is very cold outside. بیرون هوا خیلی سرد است. داغ. Hot. داغ. داغ. Hot. وقتی ماهیتاب داغ شد شروع به آشپزی می کنم. I start cooking once the pan is hot. وقتی ماهیتاب داغ شد شروع به آشپزی می کنم. خنددار. Funny. خنددار. خنددار. Funny. این کتاب واقعا خنددار است. This book is really funny. این کتاب واقعا خنددار است. هلو. Peach. هلو. هلو. Peach. من یک هلو میخورم. I'm eating a peach. من یک هلو میخورم. پرتقال. Orange. پرتقال. پرتقال. آب پرتقال یک نوشیدنی بسیار خوشمزه در صبحانه است. Orange juice is a very delicious drink at breakfast. آب پرتقال یک نوشیدنی بسیار خوشمزه در صبحانه است. سیب زمینی. Potato. سیب زمینی. سیب زمینی. Potato. سیب زمینی ها رو بذار توی سبد. Put the potatoes in the basket. سیب زمینی ها رو بذار توی سبد. سویا. سویبین. سویا. سویا. سویبین. سویا یک نوع لوبیا است. A soybean is a kind of bean. سویا یک نوع لوبیا است. گاو. کاو. گاو. گاو. کاو. گاو و گوسفند حیوانات اهلی هستند.
cows and sheep are domesticated animals. گاو و گوسفند حیوانات اهلی هستند. سبزیجات vegetable سبزیجات سبزیجات خوبه که خیلی سبزیجات میخوری. It's good that you eat many vegetables. خوبه که خیلی سبزیجات میخوری. خوک pig خوک خوک pig خوک ها در آفتاب استراحت میکنند. The pigs are resting in the sun. خوک ها در آفتاب استراحت میکنند. اسب horse اسب اسب horse سوار شدن بر اسب آسان نیست. Getting on a horse is not easy. سوار شدن بر اسب آسان نیست. برف snow برف برف snow برف روی زمین نشست. Snow covered the ground. برف روی زمین نشست. Well done! In this lesson, you expanded your vocabulary and learned 20 new useful words. Click the link in the description and sign up for free at PersianPod101.com to get access to the full list of vocabulary you need for daily life conversations. You will also get example sentences, custom flashcard decks, and more learning resources. See you next time. خدا حافظ. How are your Persian listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? مرد در حال رزرو کردن یک هتل است. مرد می‌خواهد در کدام اتاق بماند؟ هتل دریا کنار. چطور می‌توانم کمکتان کنم؟ من می‌خواهم یک شب در 22 سپتامبر اقامت داشته باشم. حتماً. یک شب در 22 سپتامبر. چند نفر؟ دو. اتاقی با امکان سیگار کشیدن یا بدون امکان سیگار کشیدن می‌خواهید آقا؟ بدون امکان سیگار کشیدن. تنها اتاق بدون امکان سیگار کشیدن که برای این روز باقی مانده، اتاقی با منظره کوه است. خوب است؟ خب، من به اتاقی با منظره اقیانوس امیدوار بودم. متاسفم، ولی تنها اتاق با منظره اقیانوس که برای آن روز وجود دارد، اتاقی با امکان سیگار کشیدن است. متوجه شدم. آیا یک اتاق با منظره اقیانوس بدون امکان سیگار کشیدن برای 23 سپتامبر وجود دارد؟ بله، هست. خب، پس ما 23 سپتامبر اقامت خواهیم کرد. مرد می‌خواهد در کدام اتاق بماند؟ مرد در حال رزرو کردن یک هتل است. مرد می‌خواهد در کدام اتاق بماند؟ هتل دریا کنار. چطور می‌توانم کمکتان کنم؟ من می‌خواهم یک شب در 22 سپتامبر اقامت داشته باشم. حتماً. یک شب در 22 سپتامبر. چند نفر؟ دو. اتاقی با امکان سیگار کشیدن یا بدون امکان سیگار کشیدن می‌خواهید آقا؟ بدون امکان سیگار کشیدن. تنها اتاق بدون امکان سیگار کشیدن که برای این روز باقی مانده، اتاقی با منظره کوه است. خوب است؟ خب، من به اتاقی با منظره اقیانوس امیدوار بودم.
متاسفم، ولی تنها اتاق با منظره اقیانوس که برای آن روز وجود دارد، اتاقی با امکان سیگار کشیدن است. متوجه شدم. آیا یک اتاق با منظره اقیانوس بدون امکان سیگار کشیدن برای 23 سپتامبر وجود دارد؟ بله، هست. خب، پس ما 23 سپتامبر اقامت خواهیم کرد. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. سلام به همگی. من آنیتا هستم. نیمه شعبان روز ولادت آخرین امام شیعیان یا نجات دهنده جهان حضرت مهدی می باشد. این روز در میان مسلمانان ایران روز بسیار فرخنده و مبارکی است و جشن به شمار می رود. در این درس فرا می گیرید که شیعیان که منتظر ظهور دوباره امام مهدی هستند روز 15 ماه شعبان یا ماه 8 قمری را جشن گرفته با چراغانی کوچه و خیابون و پخش شیرینی خوشحالی خود را ابراز می کنند. حضرت مهدی به چه نامها و القاب دیگری نیز شناخته شده است؟ جواب را در آخر این ویدیو به شما نشان خواهیم داد. نیمه شعبان همان روز تولد امام مهدی یعنی 12 و آخرین امام شیعیان است. سالها پیش پس از مرگ پدرش امام حسن عسقری یا 11 امام حضرت مهدی جانشین وی شد. ولی به دلیل دشمنان زیادی که داشت به صورت پنهان از چشم آنان و با یاری 4 نائب مردم را به راه راست و خداپرستی هدایت می‌کرد. سپس غیبت طولانی وی آغاز شد که تا به امروز ادامه دارد. شیعیان معتقدند که ایشان گرچه به چشم دیده نمی شوند ولی در میان مردم حضور دارند. در ضمن روزی در آینده دوباره ظهور کرده و مردم را از ظلم و ستم نجات خواهند داد. در ایران جشن نیمه شبان با شکوه هرچه تمامتر برگزار می شود. در این روز چراغانی های فراوان و تزیینات گسترده در سطح کشور انجام می شود. و همه جا آهنگ‌های شاد به گوش می‌رسد. تحت تأثیر چراغ‌هایی که بر در و دیوار ساختمان‌ها پیوسته روشن و خاموش می‌شوند، فضای شب بسیار رنگارنگ و درخشنده و پر از رفت و آمد مردم است. همچنین شیرنی و شربت و غذای مجانی در میان مردم پخش می‌شود و سخنرانی‌هایی در مکان‌های مختلف برگزار می‌شوند. در این میان عبادت و نماز عید نیز جای خاص خود را دارد که با یادآوری امام مهدی همراه است. یکی از مواردی که از جشن نیمه شعبان تأثیر فراوان می‌پذیرد برنامه‌های تلویزیون است. در این عید تلویزیون پر است از برنامه‌های متنوع و ویژه نیمه شعبان که از این میان می‌توان به نمایش‌های طنز و خنده‌دار، پخش موسیقی‌های ویژه عید و برگزاری مسابقات فرهنگی و ورزشی اشاره کرد. این مسابقات که معمولاً توسط یک مجری به صورت زنده و با حضور عده‌ای شرکت کننده و تماشاگر در محل اجرا می‌شوند، معمولاً شامل قرعه کشی بوده با اعلام و تقدیم جوایز صورت می‌گیرند. در کنار اینها پخش فیلم‌های سینمایی ایرانی و خارجی و برنامه‌های شاد برای کودکان نیز است. روزهای عادی بیشتر بوده، همگی به عید اختصاص دارند. در میان مسلمانان شیعه و سنی، در ارتباط با حضرت مهدی اختلاف نظر وجود دارد. سنی ها یا اهل سنت معتقدند که امام مهدی هنوز به دنیا نیامده است، ولی در آینده متولد شده و ظهور می کند. در حالی که شیعیان می گویند که وی در گذشته متولد شده و اکنون غایب است ولی روزی دوباره ظهور می کنند. و حالا جواب سوال اخیر را به شما می دهم. حضرت مهدی به چه نامها و القاب دیگری نیز شناخته شده است؟ از جمله القاب حضرت مهدی،
امام زمان، صاحب الزمان، ولی عصر، قائم آل محمد و مهدی موعود می باشند. این درس چطور بود؟ چیز جالبی یاد گرفتید؟ آیا نیمه شبان در کشور شما هم برگزار می شود؟ اگر می شود می دانید چه نام دارد؟ نظر خود را برای ما به PersianPod101.com ارسال کنید. به امید دیدار در درس بعدی. How are your Persian listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? زن و مرد در حال تماشای یک عکس هستند. به کدام عکس نگاه می کنند؟ این عکس تیم فوتبالی است که پسر شما در آن است. اینطور نیست؟ کدام پسر شماست؟ این یکی. اوه، او بلندترین فرد است. بله، او حتی از من هم بلندتر است. به کدام عکس نگاه می کنند؟ زن و مرد در حال تماشای یک عکس هستند. به کدام عکس نگاه می کنند؟ این عکس تیم فوتبالی است که پسر شما در آن است. اینطور نیست؟ کدام پسر شماست؟ این یکی. اوه، او بلندترین فرد است. بله، او حتی از من هم بلندتر است. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. How are your Persian listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? مرد با همسرش با تلفن صحبت می کند. او چه چیزی می خواهد بخرد؟ من الان دارم به سمت خانه می آیم. باشه. می توانی در مسیر آمدنت به خانه چیزی بخری؟ حتماً. می خواهی چه چیزی بگیرم؟ ما برای فردا صبحانه مقداری نان و شیر می خواهیم. شیر و نان. فهمیدم. چند بسته شیر؟ یکی خوب است. باشه. چیز دیگر؟ یک لحظه. بگذار ببینم آیا کره داریم؟ بله. مقداری داریم. باشه. آیا آبجو باقی مانده است؟ بله، ما هنوز یک بطری اینجا داریم. خب پس، لازم نیست الان بخرم. درست است. من فکر میکنم که خوب است. مرسی. او چه چیزی میخواهد بخرد؟ مرد با همسرش با تلفن صحبت میکند. او چه چیزی می خواهد بخرد؟ من الان دارم به سمت خانه می آیم. باشه. می توانی در مسیر آمدنت به خانه چیزی بخری؟ حتماً. می خواهی چه چیزی بگیرم؟ ما برای فردا صبحانه مقداری نان و شیر می خواهیم. شیر و نان. فهمیدم. چند بسته شیر؟ یکی خوب است. باشه. چیز دیگر؟ یک لحظه. بگذار ببینم آیا کره داریم؟ بله، مقداری داریم. باشه. آیا آبجو باقی مانده است؟ بله، ما هنوز یک بطری اینجا داریم. خب پس، لازم نیست الان بخرم. درست است. من فکر میکنم که خوب است. مرسی. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. Thank you.
In this video, you will learn to any of the most common words and phrases in Persian. Hi everybody, my name is Nega. Welcome to the 800 Core Persian Words and Phrases video series. This series will teach you the 800 most common words and phrases in Persian. But there is a twist. With each new lesson in this series, we will include the previous lessons at the end. So after you've learned the new words and phrases, stick around and review what you learned in previous lessons. Reviewing is one of the most important parts of learning a language. You can also get the full list right now at PersianPod101.com. Click the link in the description to access more example sentences, create your own flashcard deck, and finally master Persian. Okay, let's get started. First is موز بنانا موز موز بنانا این موز واقعا شیرین است. This banana is really sweet. این موز واقعا شیرین است. سیب اپل سیب سیب اپل درخت سیب حیاتمان 200 عدد سیب داد. The apple tree in our yard bore 200 apples. درخت سیب حیاتمان 200 عدد سیب داد. انگور grape انگور انگور grape این انگورها خیلی تازه به نظر می رسند. These grapes look pretty fresh. این انگورها خیلی تازه به نظر می رسند. هندوانه watermelon هندوانه هندوانه watermelon من هندوانه دوست دارم. I like watermelon. من هندوانه دوست دارم. پرنده bird پرنده پرنده bird به من یاد بده چطور یک پرنده بکشم. Teach me how to draw a bird. به من یاد بده چطور یک پرنده بکشم. موش ماوس موش موش ماوس موش در حال خوردن انگور است. The mouse is eating a grape. موش در حال خوردن انگور است. خورشید sun خورشید خورشید sun خورشید از شرق طلوع می کند. The sunrise in the east. خورشید از شرق طلوع می کند. آب و هوا weather آب و هوا آب و هوا weather شهر ما آب و هوای خوبی دارد. Our city has good weather. شهر ما آب و هوای خوبی دارد. درجه degree درجه درجه degree دمای بیرون به زحمت یک درجه است. It's barely one degree outside.
دمای بیرون به زحمت یک درجه است. زن woman زن زن woman آن زن چیزی که میشنود را دوست ندارد. The woman dislikes what she hears. آن زن چیزی که میشنود را دوست ندارد. مرد من مرد مرد من تو کاری کردی که من بخوام مرد بهتری بشم. You make me want to be a better man. تو کاری کردی که من بخوام مرد بهتری بشم. دوست دختر girlfriend دوست دختر دوست دختر girlfriend دوست دخترم به زودی اینجا خواهد بود. My girlfriend will be here soon. دوست دخترم به زودی اینجا خواهد بود. دوست پسر boyfriend دوست پسر دوست پسر boyfriend متنفرم از این که با دوست پسرم برم خرید. خیلی مشکل پسنده. I hate to go shopping with my boyfriend. He is so picky. متنفرم از این که با دوست پسرم برم خرید. خیلی مشکل پسنده. قطار train قطار قطار train آخرین قطار چه ساعت است؟ What time is the last train? آخرین قطار چه ساعتی است؟ هواپیما airplane هواپیما هواپیما airplane تا حالا سوار هواپیما شده ای؟ Have you ever been in an airplane? تا حالا سوار هواپیما شده ای؟ اتوبوس باس اتوبوس اتوبوس باس من با اتوبوس می آیم. I will come by bus. من با اتوبوس می آیم. تاکسی 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 به راننده تاکسی انعام بده. Give the taxi driver a tip. به راننده تاکسی انعام بده. اسفناج اسپیناج اسفناج اسفناج اسپیناج ماست و اسفناج یک دسر ایرانی است. اسپینچ ویت یوگورت از ا پرشن دسرت. ماست و اسفناج یک دسر ایرانی است. دلفین 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 بیرون از آب پرید. The dolphin jumps out of the water. دلفین بیرون از آب پرید. ماهی مرکب squid ماهی مرکب
ماهی مرکب اسکوید. من نمیتونم ماهی مرکب بخورم. I can't eat squid. من نمیتونم ماهی مرکب بخورم. Well done! In this lesson, you expanded your vocabulary and learned 20 new useful words. Click the link in the description and sign up for free at PersianPod101.com to get access to the full list of vocabulary you'll need for daily life conversations. You will also get example sentences, custom flashcard decks, and more learning resources. See you next time. Khuda hafiz. In this video, you will learn 20 of the most common words and phrases in Persian. Hi everybody, my name is Nega. Welcome to the 800 Core Persian Words and Phrases video series. This series will teach you the 800 most common words and phrases in Persian. But there is a twist. With each new lesson in this series, you will include the previous lessons at the end. So after you've learned the new words and phrases, stick around and review what you learned in previous lessons. Reviewing is one of the most important parts of learning a language. You can also get the full list right now at PersianPod101.com. Click the link in the description to access more example sentences, create your own flashcard deck, and finally master Persian. Okay, let's get started. First is dast, hand, dast, dast, hand, dast chap, left hand, dast chap, bazu, arm, bazu, bazu, arm, bazuye azolani, muscular arm, bazuye azolani, pa, foot, pa, pa, foot. یک پا پنج انگشت دارد. A foot has five toes. یک پا پنج انگشت دارد. پا. Leg. پا. پا. Leg. عضلات پایم ضعیف هستند. My leg muscles are weak. عضلات پایم ضعیف هستند. انگشت. Finger. انگشت. انگشت. Finger. انگشتم داره خون میاد. My finger's bleeding. انگشتم داره خون میاد. پشت. Back. پشت. پشت. Back. پشت جوجه تیغی پوشیده از تیغ‌های تیز است. A hedgehog's back is covered in sharp spines. پشت جوجه تیغی پوشیده از تیغ‌های تیز است. معده. Stomach. معده. معده.
stomach. مدل معده. Model of stomach. مدل معده. قفسه سینه. Chest. قفسه سینه. قفسه سینه. Chest. من درد قفسه سینه دارم. I have chest pains. من درد قفسه سینه دارم. ژانویه. January. ژانویه. ژانویه. January. هوا اینجا در ژانویه خیلی سرد است. It's very cold here in January. هوا اینجا در ژانویه خیلی سرد است. فوریه. February. فوریه. فوریه. February. روز سال کبیسه 29 فوریه است. Leap year day is February 29th. روز سال کبیسه 29 فوریه است. مارس. مارچ. مارس. مارس. مارچ. اکنون ماه آوریل است. بنابراین ماه گذشته مارس بود. It is now April, so last month was March. اکنون ماه آوریل است. بنابراین ماه گذشته مارس بود. آوریل. April. آوریل. 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 بارندگی های ماه آوریل گل های می را با خود می آورد. April showers bring May flowers. بارندگی های ماه آوریل گل های می را با خود می آورد. می. می. May. 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 31 می روز جهانی بدون دخانیات است. May 31st is World No Smoking Day. 31 می روز جهانی بدون دخانیات است. جوان. جون. جوان. جوان. جون. ما در ماه جوان ازدواج می کنیم. We are getting married in June. ما در ماه جوان ازدواج می کنیم. ژوئیه. July. ژوئیه. ژوئیه. جولای. ماه ژوئیه. Month of July. ماه ژوئیه. اوت. آگوست. اوت. اوت. آگوست. مدرسه در ماه اوت تعطیل است. The school is closed in August. مدرسه در ماه اوت تعطیل است. سپتامبر. سپتامبر.
September. 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 امروز شنبه 10 سپتامبر است. Today is Saturday, September 10th. امروز شنبه 10 سپتامبر است. اکتبر. 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 در 13 اکتبر. On October 13th. در 13 اکتبر. نوامبر. 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 روز شکرگزاری پنج شنبه 24 نوامبر. Thanksgiving, Thursday, November 24th. روز شکرگزاری پنج شنبه 24 نوامبر. دسامبر. 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 25 دسامبر. December 25th. 25 دسامبر. Well done. In this lesson you expanded your vocabulary and learned 20 new useful words. Click the link in the description and sign up for free at persianpod101.com to get access to the full list of vocabulary you need for daily life conversations. You will also get example sentences, custom flashcard decks, and more learning resources. See you next time. Khuda hafiz. How are your Persian listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? یک زن در رستوران در حال صرف نهار است. او چه چیزی می‌خواهد سفارش بدهد؟ آیا بعد از غذا قهوه و یا دسر میل دارید؟ چه دسرهایی دارید؟ ما پودینگ و پای سیب داریم. در واقع من فقط یک قهوه می‌خواهم، لطفاً. آیا شما شکر و شیر می‌خواهید؟ لطفاً آن را با شیر بیاورید. او چه چیزی می‌خواهد سفارش بدهد؟ یک زن در رستوران در حال صرف نهار است. او چه چیزی می‌خواهد سفارش بدهد؟ آیا بعد از غذا قهوه و یا دسر میل دارید؟ چه دسرهایی دارید؟ ما پودینگ و پای سیب داریم. در واقع من فقط یک قهوه می‌خواهم، لطفاً. آیا شما شکر و شیر می‌خواهید؟ لطفاً آن را با شیر بیاورید. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. Trying to learn Persian? Learn lightning fast with the Innovative Language 101 app. Download it now for free for the iPhone, iPad, or any Android device. And start speaking in minutes with this powerful language learning tool. What makes it so special? Get instant access to hundreds of fun and effective audio and video lessons. Enjoy learning with real lessons from real teachers. Master reading and grammar with comprehensive lesson notes. Perfect your pronunciation with line-by-line audio. Wow native Persian speakers with cultural insights. Learn offline by downloading lessons to any device. Stay motivated as you watch your Persian grow in your progress tracking dashboard. Stay up to date with instant notification of new lessons.
Take lessons that are right for you, whether you're just getting started or already an advanced learner. Discover for yourself why millions of Innovative Language 101 app users are learning lightning fast. Download the Innovative Language 101 app for free right now. Pick your language. Sign up for a free lifetime account and start speaking from the very first lesson. Already a member? Simply download the Innovative Language 101 app for free. Pick your language and log in. Pick up your progress as the app knows where you left off. Getting on the fast track to fluency is that simple. The Innovative Language 101 app. Instant access to fun and effective Persian lessons anywhere, anytime. You are sitting on a train that is about to arrive at the next train station. Suddenly, a notice appears on the display. What does the message on the display mean? What does the message on the display mean? The display reads, "The next stop is the last stop." ایستگاه بعدی ایستگاه پایانی است. Love these lessons? Want more? You'll find the rest of our 3-minute lessons on the website. Sign up for your free lifetime account. You'll unlock the full course in seconds and learn how to read and write in Persian. You also get tons of other audio and video lessons that will get you using the language from your very first lesson and teach you how to read, write, and speak. Plus, you'll get PDF lesson notes, cheat sheets, study tools, and much more. Click the link in the description below and sign up for your free lifetime account. سلام به همگی. من آنیتا هستم. پس از رمضان نوبت به عید فطر میرسد. عید فطر که در نخستین روز از ماه بعدی یعنی ماه شوال برگزار می شود، در واقع جشن پایان ماه رمضان محسوب می شود. در این درس یاد می‌گیرید که در روز عید فطر مردم به روزه خود پایان می‌دهند و پس از آغاز روز دیگر روزه نمی‌گیرند. سپس به نماز و عبادت دست جمعی می‌پردازند و با استراحت از کار 2 روز را در تعطیلی می‌گذرانند. آیا می‌دانید که فطر به چه معناست و چرا عید فطر را به این نام می‌خوانند؟ جواب را در آخر این ویدیو به شما نشان خواهیم داد. با توجه به اینکه رمضان از ماه‌های قمری محسوب می‌شود، تاریخ عید فطر نیز با رؤیت هلال ماه در عصر روز قبل مشخص می‌شود. در ایران هلال ماه جدید پس از رصد شدن توسط حاکم شرع کشور اعلام می‌شود. رصد این هلال به دلیل باریک بودن بیش از حد، نزدیکی به افق و شرایط جوی بسیار سخت می باشد. ولی پس از مشاهده و اعلام رسمی آن در رسانه های جمعی، روز بعد در کل کشور عید فطر و 2 روز تعطیل رسمی به شمار می رود. بر حسب مکان جغرافیایی کشورها ممکن است روز عید فطر در هر کشور فرق داشته باشد. پس از 1 ماه تمام دوری از خوردن و آشامیدن در طول روز، در حالی که مسلمانان به خداوند و روحیه معنوی نزدیکتر شده اند، سرانجام در عید فطر روزه به پایان می رسد. البته این به آن معنا نیست که عبادت و پرهیز از گناه نیز پایان یابد، بلکه باید با حفظ و درک ارزش‌های الهی آگاهانه تر از قبل به دعا و عبادت خود ادامه دهند. فلسفه واقعی ماه رمضان و عید فطر نیز در رسیدن به همین آگاهی نهفته است.
تنها در این صورت میتوان گفت که این امتحان الهی را موفق و پیروز و سربلند پشت سر گذاشتند. در صبح روز عید فطر، مردم به خواندن نماز جماعت یا عبادت دست جمعی میپردازند. در ضمن، یکی دیگر از عادتهای مرسوم در این روز انجام غسل عید است. این غسل که از سنتهای دیرینه مسلمانان است، در واقع مظهر و نشانه پاک شدن روح همانند جسم از آلودگی معنوی یا گناهان و نفسانیات در طول ماه رمضان می باشد. برگزاری دست جمعی نماز نیز نشانه همرنگی و یکدلی، صمیمیت و اتحاد معنوی مردم است. روز عید بهتر است قبل از نماز با خرما افطار شود و همچنین غسل پیش از نماز انجام شود. زکات فطره یا فطریه مبلغی است معادل 3 کیلو غذای روزانه مثل گندم یا برنج که در عید فطر هر شخص غیر نیازمند باید به مستمندان یا امور خیریه به تعداد نفرات تحت تکفل خود بپردازد. و حالا جواب سوال اخیر را به شما می دهم. آیا می دانید که فطر به چه معناست و چرا عید فطر را به این نام می خوانند؟ واژه فطر در لغت به معنای خلقت اولیه است. زیرا انسان پس از روزه‌داری و دوری از گناهان به فطرت و سرشت اولیه خود در زمان خلقت باز می گردد که پاک و دور از هر گونه پلیدی و زشتی است. این درس چطور بود؟ چیز جالبی یاد گرفتید؟ آداب و رسوم عید فطر نزد شما چه فرقی دارد؟ نظر خود را برای ما به PersianPod101.com ارسال کنید. به امید دیدار در درس بعدی. Hi everyone. Do you know the 1000 most useful phrases in Persian? In this lesson, you'll be able to know all of them, so sit back, relax, and have a cup of tea as you listen and learn. حمام کجاست؟ ببخشید. عالیه. یک اتاق رزرو کردم. قیمت این چقدر است؟ این چیست؟ متشکرم. واقعاً؟ میشه بهم تخفیف بدین؟ وای فای رایگانه؟ میشه صورت حساب بیارین؟ پیشنهادی دارید؟ میتونم اینو امتحان کنم؟ You just learned the 1000 most useful phrases in Persian. And if you're interested in learning more, try learning the core 2000 word list. With this, you'll understand 95% of the language, and best of all, this is not a joke. Check out the description below and go to PersianPod101.com now. See you next time! سلام به همگی. من آنیتا هستم. آیا می دانستید که تاریخ آغاز سال نو ایران در گذشته اول پاییز بوده است؟ این روز را جشن مهرگان می نامیدند که همزمان با اعتدال پاییزی و پایان جمع‌آوری محصولات کشاورزی روی می داد. این روز را روز ایزد مهر نیز نامیدند. در این درس فرا می گیرید که در جشن مهرگان زرتشتیان از رنگ ارغوانی استفاده می کنند، سفره‌ای با تزیینات خاص پهن می کنند و در آن آتشی کوچک می نهند که دور آن به موسیقی و رقص و شادی می پردازند و دوستی هایشان را استحکام می بخشند. آیا می دانید که اسم جشن مهرگان با نام کدام سنگ قیمتی پیوند خورده است؟ جواب را در آخر این ویدیو به شما نشان خواهیم داد. جشن مهرگان از جشن‌های قدیمی ایران است که همکنون تنها در میان زرتشتیان برگزار می‌شود. این جشن که تاریخش روز دهم ماه مهر یا
یا پاییز است، جشن ایزد مهر، خورشید یا میترا می باشد. همچنین همانطور که از نامش پیداست، به معنی مهر و محبت و دوستی میان مردم است. این روز را روز پیروزی خوبی بر بدی و روشنایی بر تاریکی نیز می دانند. طبق روایات در گذشته های دور، در چنین روزی کاوه آهنگر بر سحاک پیروز شده است و فریدون بر تخت پادشاهی نشسته است. زرتشتیان ایران این روز را گرامی می داشته با آتشکده می روند. همچنین این روز را بسیار شبیه شب یلدای کنونی می دانند. در گذشته یک سال دارای دو فصل بود که نوروز آغاز فصل اول و مهرگان آغاز فصل دوم به شمار می رفته است. برخی افراد نیز آغاز سال را در روز مهرگان می دانستند. در حال حاضر این روز برابر است با اعتدال پاییزی، یعنی اندازه شب و روز در آن با هم برابر می شوند. همچنین پایان برداشت محصولات کشاورزی در این زمان است که به بهانه آن کشاورزان به استراحت و جشن می پردازند تا پس از سال جدید کشاورزی آغاز شود. ریشه آغاز سال تحصیلی ایران در پاییز و اول مهر نیز از همین موضوع سرچشمه می گیرد. به عبارتی می توان گفت که همه آغازها در این روز گرده هم جمع شده اند. رنگ ارغوانی رنگ جشن مهرگان است. در روز مهرگان نیز همانند نوروز از ایام قدیم سفره خاصی می چینند و با موارد خاصی آن را تزیین می کنند. در میان این سفره نهادن گلهای همیشه شکفته سنتی قدیمی می باشد. وجود آتش نیز بر روی سفره به دلیل احترام به آن امری مسلم است. همچنین میوه های پاییزی به رنگ سرخ نیز جزو این سفره می باشند. مانند سیب، خرما، خرمالو، بادام، فندق، سنجد، انار و غیره که این نیز خود از شباهت های دیگر با شب یلدا می باشد. نان مخصوصی از هفت قله تهیه می شود و مردم به شادی و رقص و پایکوبی همراه با موسیقی به مهرگانی می پردازند. با این جشن و سرور پیمان دوستی ها تجدید شده و مهر و محبت مانند نام مهرگان از سر گرفته می شود. در تقویم زرتشتیان هر روز ماه یک نام خاص دارد. در این میان هرگاه نام ماه با نام روز یکسان شود، آن روز جشن آن ماه است و اسم آن ماه را به اضافه پسوند گان می خوانند، مانند مهرگان. و حالا جواب سوال اخیر را به شما می دهم. آیا می دانید که اسم جشن مهرگان با نام کدام سنگ قیمتی پیوند خورده است؟ در میان زرتشتیان گفته می شود که خداوند در مهرگان سنگ زبرجد را و در نوروز سنگ یاقوت را آفرید. زبرجد گوهری از سبز رنگ و درخشان که در نقطه مقابل یاقوت با رنگ سرخ قرار دارد. این دو سنگ قیمتی ارزش و درخشندگی این دو جشن را در میان جشن‌های دیگر قدیمی نشان می‌دهند. این درس چطور بود؟ چیز جالبی یاد گرفتید؟ از میان پیروزی خوبی بر بدی، جشن خورشید و جشن جمع‌آوری محصولات کدام یک برای شما آشناتر است؟ نظر خود را برای ما به PersianPod101.com ارسال کنید. به امید دیدار در درس بعدی. Hi everyone, I'm Gabriella. How are your Persian listening skills? In this video, you'll have a chance to test them out with a quiz. First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? زن و شوهر در حال نگاه کردن به یک نقشه هستند. آنها می‌خواهند کدام آپارتمان را ببینند؟ این یکی چطور است؟ این اتاق نشیمن بزرگ و زیبایی دارد. من اتاق نشیمن بزرگ را دوست دارم، ولی من یک پارکینگ می خواهم. بگذار ببینم.
این چطور است؟ بله، این خوب است. برویم این را ببینیم. یک لحظه صبر کن. کمد آن کمی کوچک نیست؟ نکته خوبی است. این فوق‌العاده به نظر نمی‌رسد. صبر کن. این یکی چطور است؟ این همه چیزهایی که ما می‌خواهیم را دارد. اینطور نیست؟ همچنین کمدش خیلی بزرگ است. برویم این را ببینیم. باشد. آنها می‌خواهند کدام آپارتمان را ببینند؟ زن و شوهر در حال نگاه کردن به یک نقشه هستند. آنها می‌خواهند کدام آپارتمان را ببینند؟ این یکی چطور است؟ این اتاق نشیمن بزرگ و زیبایی دارد. من اتاق نشیمن بزرگ را دوست دارم، ولی من یک پارکینگ می‌خواهم. بگذار ببینم. این چطور است؟ بله، این خوب است. برویم این را ببینیم. یک لحظه صبر کن. کمد آن کمی کوچک نیست؟ نکته خوبی است. این فوق‌العاده به نظر نمی‌رسد. صبر کن. این یکی چطور است؟ این همه چیزهایی که ما می‌خواهیم را دارد. اینطور نیست؟ همچنین کمدش خیلی بزرگ است. برویم این را ببینیم. باشد. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. How are your Persian listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? پسر در حال خواندن دفتر یادداشت روزانه خود است. اولین کاری که پسر امروز صبح انجام داد چه بود؟ امروز هوا عالی بود. من امروز بعد از ظهر برای شنا به استخر رفتم و عصر به سینما رفتم. همچنین من صبح را کلاً مطالعه کردم. امروز بد نبود. اولین کاری که پسر امروز صبح انجام داد چه بود؟ پسر در حال خواندن دفتر یادداشت روزانه خود است. اولین کاری که پسر امروز صبح انجام داد چه بود؟ امروز هوا عالی بود. من امروز بعد از ظهر برای شنا به استخر رفتم و عصر به سینما رفتم. همچنین من صبح را کلاً مطالعه کردم. امروز بد نبود. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. Hi everyone, I'm Gabriella. How are your Persian listening skills? In this video, you'll have a chance to test them out with a quiz. First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? مردی دارد عملکرد فروش شرکت را در یک جلسه گزارش می‌دهد. کدام دو نمودار را برای ارائه خود استفاده می کند؟ لطفاً به نوشته که به شما داده شده است توجه کنید. نمودار سمت چپ، فروش 3 سال گذشته شرکت و پیشبینی فروش در سال جاری را نشان می دهد و نمودار سمت راست، سقوط ناگهانی فروش را تا اکتبر امسال نشان می دهد. حالا لطفاً به نمودار سمت چپ نگاه کنید. این نشان می‌دهد که فروش در 3 سال گذشته به صورت یک نواخت افزایش داشته است و اگر ما بتوانیم به افزایش فروش خود ادامه بدهیم، کل فروش امسال افزایش بیشتر از سال گذشته را نشان خواهد داد. سپس لطفاً به نمودار سمت راست نگاه کنید. نمودار سمت راست نشان می‌دهد که حراجی که ما در آوریل و آگوست در نظر گرفتیم انصافاً مؤثر بودند. بله،
اما فروش در ماه‌های می و سپتامبر به دلیل حراجی‌ها کاهش یافته است. بله، اما این واکنش اجتناب ناپذیر است. من انتظار دارم فروش سالانه امسال افزایشی بیش از سال گذشته را نشان بدهد اگر به افزایش فروش خود ادامه بدهیم. کدام دو نمودار را برای ارائه خود استفاده می کند؟ مردی دارد عملکرد فروش شرکت را در یک جلسه گزارش می دهد. کدام دو نمودار را برای ارائه خود استفاده می کند؟ لطفاً به نوشته که به شما داده شده است توجه کنید. نمودار سمت چپ، فروش سه سال گذشته شرکت و پیشبینی فروش در سال جاری را نشان می دهد و نمودار سمت راست، سقوط ناگهانی فروش را تا اکتبر امسال نشان می دهد. حالا لطفاً به نمودار سمت چپ نگاه کنید. این نشان می دهد که فروش در سه سال گذشته به صورت یک نواخت افزایش داشته است و اگر ما بتوانیم به افزایش فروش خود ادامه بدهیم، کل فروش امسال افزایش بیشتر از سال گذشته را نشان خواهد داد. سپس لطفاً به نمودار سمت راست نگاه کنید. نمودار سمت راست نشان می دهد که حراجی که ما در آوریل و آگوست در نظر گرفتیم انصافاً مؤثر بودند. بله، اما فروش در ماه‌های می و سپتامبر به دلیل حراجی‌ها کاهش یافته است. بله، اما این واکنش اجتناب ناپذیر است. من انتظار دارم فروش سالانه امسال افزایشی بیش از سال گذشته را نشان بدهد اگر به افزایش فروش خود ادامه بدهیم. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. سلام به همگی. من آنیتا هستم. آیا تا به حال به مراسم تشییع جنازه دعوت شده اید؟ این مراسم سوگواری در تمام نقاط دنیا به شکل‌های متنوع و با آداب رسوم مختلفی انجام می‌شود. در این درس فرا می‌گیرید که امروزه در ایران به مناسبت درگذشت اقوام و نزدیکان آیین‌ها و مراسمی برپا می‌گردد که با نام آیین‌های سوگواری و مراسم ختم شناخته شدند. در مورد آداب و رسوم مراسم تشییع جنازه زرتشتیان و مسلمانان نیز صحبت خواهیم کرد. آیا می دانید چرا حلوا و خرما در مراسم تشییع جنازه توزیع می شود؟ جواب را در آخر این ویدیو به شما نشان خواهیم داد. در ایران مراسم تشییع جنازه طی چند مرحله اتفاق می افتد. مرحله اول شستن بدن است. بدن درگذشته توسط اقوام همجنس با آب و صابون شسته می شود. سپس بدن درون پارچه‌ای بلند، سفید و کتانی به نام کفن پیچیده می شود. بدن را داخل تابوتی چوبی برای حمل به قبرستان قرار می دهند. مراسم خاکسپاری بعد از طلوع آفتاب انجام می شود. اقوام و آشنایان به قبرستان رفته، بدن را بدون تابوت رو به سوی مکه به زمین می سپارند. دادن خیرات برای روح درگذشته، خواندن نماز میت و دادن گلهای سفید به اقوام درگذشته نیز از اعمال پسندیده این مراسم می باشد. برگزاری مراسم سوم، هفتم و چهلم سنتی است که در جامعه متعارف و معمول است. این ایام اقوام و آشنایان درگذشته دور هم جمع شده با هم عزاداری می کنند تا شاید بتوانند درد و سوگواری سنگینی را که پس از مرگ فردی اتفاق می افتد کمی آسایش دهند. این زمانی است که همگی می توانند با همدلی، همدردی و گریه کردن دل خود را از درد و عذاب خالی کنند. فامیل درگذشته در این مراسم معمولاً غذایی مانند چلو کباب از بیرون تهیه می کنند و همه دور هم صرف می کنند. در تمام آیین‌های سوگواری که ذکر شده است، آداب و رسوم خاصی وجود دارد که می بایست آنها را رعایت کرد. سیاه رنگ عزاداری در ایران است و تمامی اقوام و آشنایان با لباس‌های سیاه در این مراسم شرکت می کنند.
خانوم ها از آرایش کردن، رنگ کردن مو و ناخون و بند انداختن برای 40 روز می پرهیزند و آقایان نیز از اصلاح کردن موی صورت و بدن خود تا بعد از روز 40 خودداری می کنند. برای ابراز همدردی و سوگواری خود با یکدیگران در مراسم از عبارات تسلیت عرض می کنم و امیدوارم غم آخرتان باشد استفاده می شود. آیا می دانستید که زرتشتیان اعتقاد دارند که بدن بعد از مرگ مامنی برای فساد و ناپاکی ها می شود و اگر جسد را مدفون کنند خاک را آلوده ساختند و اگر در آب غرق کنند آب را ناپاک نمودند و اگر در آتش بسوزانند با آلوده ساختن این فروغ آسمانی بزرگترین گناهی صورت گرفته است؟ بنابراین آنها جسد را به مکان بلندی به نام دخمه یا برج خاموش میبرند تا لاشخورها بتوانند جسد را بخورند. و حالا جواب سوال اخیر را به شما میدهم. آیا میدانید چرا حلوا و خرما در مراسم تشییع جنازه توزیع میشود؟ افراد عزادار معمولاً تمایل زیادی به خوردن غذا ندارند و این ایجاد افت و نوسان قند خون در آنها میشود و این باعث کم‌حوصلگی، استراب، کم‌طاقتی و استرس در این افراد میشود. به این خاطر خوراکی‌های شیرینی، مقوی و آرام بخش مانند حلوا و خرما به آنها داده میشود. این درس چطور بود؟ چیز جالبی یاد گرفتید؟ آداب و رسوم مراسم تشییع جنازه نزد شما نقاط مشترکی با آداب و رسوم مسلمانان یا زرتشتیان دارد؟ نظر خود را برای ما به PersianPod101.com ارسال کنید. به امید دیدار در درس بعدی. Hey everyone, Alicia here. Welcome to Conversational Phrases. We've found that the best way to learn a language is to speak it from day one, and the best way to start speaking is to learn phrases that you'll use in real conversations. In this lesson, we'll learn conversational phrases to answer the question, "How's your mother?" After watching this video, you'll be able to talk about well-being and ask how someone is doing. And if you want to learn more vocabulary, phrases, and example sentences you can use in real-life situations, click the link in the description to download your Conversation About Family Well-Being PDF cheat sheet for free. Now let's take a look at some conversational phrases. Listen to the dialogue. حال مادرت چطوره؟ خوبه. Once more with the English translation. حال مادرت چطوره؟ How's your mother? خوبه. She's fine. First of all, you'll need to learn how to say, How's your mother? That's... حال مادرت چطوره؟ Listen to it again. حال مادرت چطوره؟ حال مادرت چطوره؟ This Persian sentence literally means feeling your mother how, but it translates as how's your mother in English. Now, how do you answer this question? The pattern is state of well-being. This Persian sentence literally means state of well-being is. We omit the article she. But it translates as, she is state of well-being, in English. For example, she's fine. خوبه. خوبه. Here are a few expressions related to well-being that you can use with this pattern. Great. عالی. عالی. Fine. خوب. خوب. So-so. نه خوب نه بد.
نه خوب نه بد. Sad. غمگین. غمگین. Let's look at some examples. Listen and repeat or speak along with the native speakers. حال مادرت چطوره؟ عالیه. حال مادرت چطوره؟ نه خوب نه بده. حال مادرت چطوره؟ غمگینه. Okay, now it's your turn. Do you remember how to say, "How's your mother?" حال مادرت چطوره؟ Imagine she's great. Do you remember how to say great? عالی. عالی. Say, she's great. عالیه. Now, answer the question saying she's great. حال مادرت چطوره؟ عالیه. Now imagine she's so-so. Do you remember how to say so-so? نه خوب نه بد. نه خوب نه بد. Say, she's so-so. نه خوب نه بده. Now, answer the question saying she's so-so. حال مادرت چطوره؟ نه خوب نه بده. Now imagine she's sad. Do you remember how to say sad? غمگین. غمگین. Say, she's sad. غمگینه. Now, answer the question saying she's sad. حال مادرت چطوره؟ غمگینه. In this lesson, you learn new vocabulary and phrases you can use in your everyday life to talk about well-being. You're now able to talk about how someone is feeling like a native speaker. Start by practicing in the comments below. Tell me how you are today. Lastly, don't forget to click the link in the description and download your PDF cheat sheets. You'll get useful phrases you need for everyday life for free. See you in the next lesson. Bye! In this video, you will learn 20 of the most common words and phrases in Persian. Hi everybody, my name is Negar. Welcome to the 800 Core Persian Words and Phrases video series. This series will teach you the 800 most common words and phrases in Persian. But there is a twist. With each new lesson in this series, you will include the previous lessons at the end. So after you've learned the new words and phrases, stick around and review what you learned in previous lessons. Reviewing is one of the most important parts of learning a language. You can also get the full list right now at PersianPod101.com. Click the link in the description to access more example sentences, create your own flashcard deck, and finally master Persian. Okay, let's get started. First is توانستن. Can. توانستن. توانستن. Can.
من می توانم غذای تند بخورم. I can eat spicy food. من می توانم غذای تند بخورم. صفر. Zero. صفر. صفر. Zero. دما به زیر صفر درجه کاهش پیدا کرد. The temperature fell below 0 degrees. دما به زیر صفر درجه کاهش پیدا کرد. یک. One. یک. یک. One. یک ساعت. One hour. یک ساعت. دو. Two. دو. دو. Two. عدد دو عدد مورد علاقه من است. The number 2 is my favorite number. عدد 2 عدد مورد علاقه من است. 3 3 3 3 درجه 3 degrees 3 درجه 4 4 4 4 4 بزرگ راه 4 باند 4 lane motorway بزرگ راه 4 باند 5 5 5 5 شماره 5 Number 5 شماره 5 6 6 6 6 6 ماه دیگه یه تعطیلات 6 روزه داریم. We have a 6-day vacation next month. ماه دیگه یه تعطیلات 6 روزه داریم. 7 7 7 7 7 هر هفته 7 روز دارد. There are 7 days in every week. هر هفته 7 روز دارد. 8 8 8 8 8 شما باید هر شب حداقل 8 ساعت بخوابید. You should sleep at least 8 hours every night. شما باید هر شب حداقل 8 ساعت بخوابید. 9 9 9 9
99%. 99%. 99%. 10. 10. 10. 10. 10. من می توانم از 1 تا 10 به چینی بشمارم. I can count from 1 to 10 in Chinese. من می توانم از 1 تا 10 به چینی بشمارم. فروشنده Salesman فروشنده فروشنده Salesman او یک فروشنده است. He is a salesman. او یک فروشنده است. مدیر Manager مدیر مدیر Manager مدیر بخش مسئول تولید است. The department manager is in charge of production. مدیر بخش مسئول تولید است. آشپز Cook آشپز آشپز Cook او در یک رستوران 4 ستاره آشپز است. She is a cook at a 4-star restaurant. او در یک رستوران 4 ستاره آشپز است. مهندس Engineer مهندس مهندس Engineer یک مهندس خوب می تواند سیستم ها را طراحی کند و بسازد. A good engineer can design and build systems. یک مهندس خوب می تواند سیستم ها را طراحی کند و بسازد. برنامه نویس Programmer برنامه نویس برنامه نویس Programmer برنامه نویس کامپیوتر Computer Programmer برنامه نویس کامپیوتر پرستار Nurse پرستار پرستار نرس آن زن پرستار است. The woman is a nurse. آن زن پرستار است. بدن Body بدن بدن body غذا سوخت بدن است. Food is fuel for the body. غذا سوخت بدن است. سر head سر سر head سر و گردن head and neck سر و گردن Well done! In this lesson you expanded your vocabulary and learned 20 new useful words.
Click the link in the description and sign up for free at PersianPod101.com to get access to the full list of vocabulary you need for daily life conversations. You will also get example sentences, custom flashcard decks, and more learning resources. See you next time. Khuda hafiz. You are at a train station where you're attempting to buy an express ticket from a ticket machine. Which option should you choose for a round-trip ticket? Which option should you choose for a round-trip ticket? The option on the bottom left is for a round-trip ticket. بلیط دو سفره. سلام به همگی. من آنیتا هستم. دوست دارید در مورد شب جشن میلاد خورشید صحبت کنیم؟ این جشن که شب چله یا یلدا نام دارد، بیشتر از هر شب دیگری طول می کشد و از آن پس روزها بلندتر می شوند. در این درس فرا می گیرید که ایرانیان در شب یلدا یا 20 دسامبر تا دیر وقت بیدار مانده فال حافظ می گیرند و به صرف میوه و آجیل می پردازند تا ساعات شب طولانی به شادی سپری شوند. آیا می دانید که مفهوم واژه های چله و یلدا چیست؟ جواب را در آخر این ویدیو به شما نشان خواهیم داد. شب یلدا بلندترین شب سال در اول زمستان است. ایرانیان در قدیم اعتقاد داشتند که تولد دوباره خورشید در انتهای این شب صورت می گیرد. به همین خاطر شب را تا صبح به انتظار خوشامدگویی به خورشید جشن می گرفتند. از دیگر داستان‌ها درباره این شب قصه عشق میان خورشید و ماه است. گویا خورشید هر روز به انتظار دیدار ماه تا شب بیدار می نشسته. ولی هنگام رسیدن ماه خوابش می گرفت. سرانجام وقتی موقع به ملاقات با ماه می شود صبح خواب مانده. شب طولانی تر از همیشه می شود. یکی از رسوم بسیار پرطرفدار شب یلدا فال گرفتن با دیوان شعر حافظ است. بدین صورت که در ابتدا کسی نیتی می کند و سپس معمولاً بزرگتر خانواده صفحه از کتاب را به طور اتفاقی باز می کند و شعر آن را با صدای بلند خوانده آن را معنی می کند. پس از آن فرد مورد نظر معنی شعر را با توجه به نیت خود تعبیر و تفسیر می کند. در برخی خانواده ها نیز گرفتن فال با گردو رواج دارد. اگر بپرسید با گردو چگونه می توان فال گرفت، پاسخ این است که پس از شکستن پوسته سخت گردو، اگر درون آن پوک باشد، به معنی فال بد است که البته معمولاً این حالت کمتر پیش می آید. Remember, here's what you can do to learn all of these words by heart. Drill these words with our spaced repetition flashcards, which will help cement these words into your long-term memory. Save them to the Word Bank, your personal vocabulary collection, where you can print out your own study sheets, or review the words with our looped vocabulary slideshow, and play it until you know all of the words. So click the link in the description right now, and sign up for your free lifetime account to get these lessons and study tools.